هارون نور نزدیک به یک ده است که در پروان خبرنگار است و اطلاع رسانی می کند. می گوید پس از ایجاد حکومت تازه دسترسی به منابع و اطلاعات به گونه بی پیشینه محدود شدند. از آغاز بکار حکومت امارت اسلامی تا اکنون محدودیت های متعددی برای خبرنگارها وضع شده. مثلا اگر می خواهی یک برنامه سیاسی را بندازی باید از اطلاعات فرهنگ جواز بگیری یا اجازه نامه بگیری. جرأت زیر خبرنگاران ندارن که برن به محل رویدادها، با ویژه رویدادهایی که در اواخر اتفاق افتیدن، قطعا ترس و وحشت حاکم است. از این خاطر این حق تقریبا سلب شدگی است. بر بنیاد گزارش‌ها در تازه‌ترین مورد، بر روز جمعه دو خبرنگار در ولایت پروان که برای پوشش خبری یک رویداد رفته بودند، برای مدت توقیف و دوباره رها شدند. همزمان با این دیدبان جهانی حقوق بشر گفته است که در افغانستان محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع شده است. مقررات طالبان آنقدر گسترده است که روزنامه‌نگاران از حراس زندانی شدن خود سانسوری می‌کنند. بازداشت کردن خبرنگاران هنگام تهیه گزارش محدودیت بسیار جدی خلق کردن است در قسمت دسترسی به اطلاعات. حتی گزارش‌هایی از پروان ما داریم که هنگامی که یک خبرنگار بخواهد در ساحه رفته و گزارش تهیه کنه باید از ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت اجازه بگیرد. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این گفته‌های دیدبان جهانی حقوق بشر را نمی‌پذیرد. یگان قضایای جزئی است که در یگان جا صورت میگیره یا برخورد که غیر قانونی صورت میگیره، ان شاء الله او مشکل حل میشه. امارت اسلامی از سابق هم از رسانه ها حمایت کرده، حالا هم حمایت میکنه. البته نشرات باید در چارچوب اسلام و مطابق قوانین افغانستان باشه. دیدبان جهانی حقوق بشر گفته است هر اقدامی که سبب محدودیت آزادی بیان یا مطبوعات میشود باید قانونی، لازمی و متناسب باشد.